ولسوالی جوند، منطقه کوهستانی که بیشتر از 150 کیلومتر از مرکز شهر بادغیس فاصله دارد و راه‌های صعب العبور و فاصله زیاد آن از مرکز ولایت دلیل واضح ناامنی ولسوالی گفته می شود. اما جمعیت 170 هزار نفری این ولسوالی از 10 سال به این سو نمی توانند بدون باج دادن به مخالفان مسلح دولت به مرکز ولایت و سایر ولسوالی های آن سفر نمایند. ولسوالی جوند یک ولسوالی ناامن، ولسوالی تعداد بلند قرار داره، بیش از تقریبا 10 سال میشه که راه مسدود مکمل به روی کارمند دولت مسدود، به روی کسب و کار مردم هم مسدود در واقع آزاد نیه، کسی میتونه که اجرا عبور کنه که واج بکیه، کسی میتونه که موترش بار بیاره، بار دکاندار ما رو منبع دکانه بیاره به طالب واج بکیه. این هم یکی از ساکنان ولسوالی جوند است که در گفتگو با گزارشگر ما ساحه حاکمیت دولت را در این ولسوالی با دستش نشان می‌دهد و اندازه می‌گیرد. امنیتی همزی سر بازار تا بلند بازار وجود بازار دیگه با امنیت نه. وتر لغ منن، مردم هم می‌زنن، مردم هم می‌کشن، مردم چور می‌نن، چپول می‌نن، هیچ ما وضعیت نداریم. گفتنی تان چی است برای دولت؟ برای دولت ما دولت نه منیم بیجو. ساکنان این ولسوالی نه از قیمت صرفی برقشان شکایت دارند، نه از آسفالت غیر معیاری سرکهایشان شکوه دارند و نه هم از آلوده بودن سیستم آبرسانیشان انتقاد دارند، چون اینها جزو خواسته های دست نیافتنی این مردم است و همه آنها فقط میخواهند از ولسوالی به شهر سفر کنند و بس. جهت امنیتی فلان ولسوالی جوان بسیار خراب است، تا 1 کیلومتری ولسوالی جوان صدا مخالفین دولت قرار داره. نایفم دیگه مشکل خود دولت تا 7 سال میشه که تقریبا رو روی مردم رفت آمد نیستید، دیگه دولتش اقدام نکرده این 7 سال. تقاضای من از دولت همیه که رو روی مردم باز کنه دیگه. طالبا راه ما رو بند داره. ما مردم هیچی آمدگی نمیتونیم به شهر و کاروبار خود دسترسی بکنیم. برای ما بسیار پاشیده است. تقاضایتان چی است از ما؟ از دولت همینه که سرکای ما جور شود، برای ما پیشرفت کنه، دولت ما را میکنه. اما فرمانده پلیس این ولسوالی گویا مجبور است این سخنان را بگوید. وضعیت امنیتی ولسوالی جان ان شاء الله بخیر تمام، ان شاء الله هیچ مشکلی به توکل خدا نیه بخیر. تمام معنا اهمیت و سطح ولسوالی مربوطاتی که به ثابتت صحیح حکومت حساب بگم انشالله از نگاه امنیتی به تایمانو انشالله مطمئن بشین که بخی خوبش. با این حال خالص صافی مشاور والی بادغیس این مشکلات را میپذیرد و چنین میگید. این رابطه ایجاد پلیس محلی کرده که به ما منظور کنند پلیس محلی را، تا ما بتانیم به اساس استخدام این پلیس محلی از ساحه که در مسیر امیرای مواصلاتی جوان قلعه نو قرار دارن، همین قراجاتی که وجود داره که ما پلیس محلی را از میان منظور بر ما منظور کنند از میان ایجاد کنیم و در پالایش قطعات دیگه ما اردو پلیس دوشا دوش هم ما بتانیم که امیرای مواصلاتی را قسم شما بودیم که از 15 سال به طرفی مسدود بوده بتانیم که برای مردم سال جوان باز کنیم، ولی عدم تشکیل پلیس محلی تا این روزه در نهایت این گزارشگر ما هم باید منتظر بماند تا روزگاری شاید ارتش به این ولسوالی سفر کند، آن هم از طریق هواپیما، و او بتواند از این مردم دور مانده از شهر گزارش تهیه کند و ما صدایشان را نیز منعکس کنیم.